میشه به نخه چیکار میکنی؟ یکی اومد به چشم زد. تو ببینم دندوناش چیزی اینو پدران دختره
که بینوا به خانه می شود. آی نه، هنوز هستن کسانی که ریشخنده تو را به ماجرای این دخترک برتر می دانند. پدرش در را بست. آی می گفتند دخترک بیچاره سرز به خانه پناه برده، غافل از اینکه مادرش هم میانه جماعتی است که بر در میکوبند. فریادشان میگویند اگر این دخترک زنده بماند، آنچه از فخر دودمانی و سنت های نیکوی من به جای مانده به یک بار نابود خواهد شد. به چه میخندید سرورم؟ پسرک را تبعید کردیم؟ کدام پسر؟ ها، نامزد این دخترک. پدر جان، آیا این مجازات برای جوانکی که فریب خورده اندکی زیاد از انصاف نیست؟ نه سرورم، شما بهتر میدانید. آن سخنان که در جمعشان شنیدم باشد، فریاد ها چنین میگو منطقا باید از عریکه سنا به زید آید. نه 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 سرورم، من چنین اهانتی به شما نمی کنم. این فریاد آن جماعت است. باشد باشد، جوانی از آن سو بخروش آمد که اگر قبیله منطقه بخواهند اختیار سنا را به دست بگیرند تمام شهر را گرفتند، و این بدان معنی است که باید از این پس زنان ما را هر روز از میز صبحانه همسایه به خانه دعوت کنند. پدر جان، به نظرم این بار مصلحت حکم می‌کند سنا را به رسای سفید واگذاریم و خود در مقام ناقدان بر اعمالشان خورده بگیریم تا نظرهای مردمان نیز به سمت ما جلب شود. بله سرورم، شما بهتر میدانید. بله پدر، پدر جان، در خانه گشوده شد. آی فریاد، فریاد شادمانی است. چیزی نمیبینم. صبر کنید. آی پدر جان، انگار کاردی که در دست پدر دخترک بود. تعبیر شده بدانیم سرورم، اینقدر هم اوضاع آشفته نیست.
چه شهادتی مردم از کلیسا گریزان باشد. گریز از کلیسا یعنی حج و مرج، یعنی فحشا، یعنی فساد، یعنی مملکت هزار پاره. هزار پاره چاره چیست بگم؟ قربان شیخی، من گفتم این همه مهربانی و عطوفت آخرش به ضرر خود شما تمام شد. تو که طبع ما را بهتر میشناسی پدر، دل ما از ریختن خون یک گنجشک هم میپرد. نگذار این گنجشکی که تاش را نگه داشته بپرد. بس سنات چه خبر؟ چه دنگوز ها سخت به تاخ مشغولن. من از این جدل های نروسی سخت نیم ناچارم. همین سخت نگیم پدر، من بکردم به یک پویای نشاد احتیاج دارد. اختلاف سلایق همیشه هم بد نیست، مردم هم باید دل مشغولی داشته باشند. سودش این است که دیگر کسی به تاج و تخت و دربار نمی اندیشد. بگذار به کارشان بپردازد.